زمان زندگی میکرد که ما آدم های چیره دست دیگری هم در او طرف مرز در ایران داشتیم. خیلی از ناقدین داشت و خیلی از کسایی را داشت که تاییدش میکرد. ما که افتخار شاگردی استاد رهنورد زریابه داریم و چند روز پای درس ها و نصیحت هایش نشستیم. استاد زنگی هم تشریف دارن، از دوستای مشترکشان بود، خداوند هر دویشان غریب رحمت بکنن. استاد زدی هم بسیار اندک اشخاص افراد تایید میکرد و یا میگفت که بر دلم چنگ میزنه حرفهایش. استاد باختری از کسایی بود که هر با از واسط باختری شما پیش استاد زدی هم نقل قول میکردیم میگفت درست است. یعنی جایگاه و منزلت واسط باختری چنان بالا بود که شخصیت عدیب مثل استاد رهنورد زریاب بدون چونه چرا همه حرفاش را تایید میکرد. با تشکر یک بار دیگر از آقای منصوری، حال نوبت میرسه برای استاد عزیز و بزرگوار ما سید جلال عیار که شیر از استاد و خانش خواهد گرفت و جایگاه تشریف بیارید و استاد شما تشریف بیارید. مرگ من در زندگی است، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون روم از زندگی آیندگی است. درود و سلام با شما سروران عزیز و همچنان درود ویژه بر عصمت بزرگوار واصف باختری، خداوند برای که رحمت به منطقه هم بکرمش و از ادب دارم برشم استاد از نزدیک دیده بودم زمانی که در اینجا بودم و نمیخوایم که خسار بکنم وقت زد گرفته بشم و باشه کنم وقت دیگر فقط میخوایم شیر که سلودیم امیم بروس خدمت شما پیشکش کنم. باز گلی از معرفت خشکید و رفت، باز گلی از معرفت خشکید و رفت، مرگ شاعر خون دل گردید و رفت. نام او واصف، نام او واصف و باختر جای او، ای دریغا چشم او خوابید و رفت. بهترین استاد بود شاعر ولی داغ مهن در دلش خفتید و رفت. هرچی افتاد در کمند خامش، هرچی افتاد در کمند خامش، صد هزار تصویر بد زاندید و رفت. تازه اشعار سپیدش یاد نمود، دیگران کرد بس از آن تقلید و رفت. شعر موزونش به بزم انجمن، شعر موزونش به بزم انجمن، هر که دید با نقد جان خرید و رفت. تک درخت سر را تصویر چنان، موشگافی خامش کاوید و رفت. هر که خوان از گلشن اشعار او، شاخه شاخه یک به یک برچید و رفت. راز و رمز زندگی را در اثر، با خیال نازکش پیچید و رفت. ای به شعر کس اگر دیدی و چشم، ای به شعر کس اگر دیدی و چشم، نقص آن مردی گران پوشید و رفت. در غزلیاتش اگر هست جوششی، ناقیان شیر او شوید و رفت. دوستان و مخلصش جلال کنون، دوستان و مخلصش جلال کنون، سوره هم را با او بخشید و رفت. شکر. البته ابعاد متفاوتی دارم
با حفظ احترام و کسی که جسارت نباشد در خصوص ترجمه، عالم از تکتیک و تفکیک وجود داره که هر عالم آن نمیتونه او ظرافت ها را به نظر میگیره. استاد بیژن تشریف دارد، ما جسارت نمی کنیم، اما هفته گذشته ما و استاد علیا و استاد سنگی و اکرام جان جایی بودیم، یک جلسه سعدی شناسی بود، اونا در خصوص ترجمه کردن توضیح دادن که ما مثلا در سعدی ظرافت یا توانایی زیر داریم که برگردان بکنیم به انگلیسی، یعنی انگلیسی پذیری سعدی زیاد است، اما مثل که ما در خود حافظ ما نمیدونیم این کار بکنیم، چون امکان ندارم قاعده رئیسی گفتار شعر حافظ در انگلیسی آنچنانه که خود خواجه اجل میخواید انتقال پیدا بکنن. همچنان از انگلیسی وقتی که ما با زبان ادبیات پارسی دری صحبت میکنیم، همچنان همچه یک حرف است که ما نیاز داریم که اونمو قاعده رئیسی را انتقال بدیم، که در ترجمه های استاد واصف باختری شما بسیار راحت حس میکنیم که چیزی را که شاعر در زبان مادری خود بیان کرده، ما در زبان مادری خود که پارسی دریز با افتخار او را پیدا میکنیم. بسیار تشکر، مجسمت کردیم دوستان. و حال از دوست بسیار گران مایم آقای فخرالرجا تقاضا به صورت میگرد تا به جایگاه تشریف تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت، که بود جامعه از این تنگنای درد گذشت. نسیم آن سوی دیوار نیز زخمی بود، چو از قبیله اشباح خواب گرد گذشت. زی دوستان گرانجان کجا برم شکوه، زی دوستان گرانجان کجا برم شکوه، کنون که خصم سبک مایه هرچه کرد گذشت. دلم نبنده افلاک شد نبرده خاک، زی آبنوس رمید و زی لاجورد گذشت. بگو که کید شاهان به چاه سارش کشت، مگو که وای ببین رستم از نبرد گذشت. در این غروب غریبانه دل هوای تو کرد، پریق لاله زرگهای برگ زرد گذشت. چو دل به دست زکویت گذر کنم گویی، یکی زشیش فروشان دورگرد گذشت. قسم به غربت واصف که در جهان شما یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت. تشکر. نقل مادری یاد کردن، البته ذکر خیرشون شد، من یک نقل قبول میکنم. استاد نادری در مجالس بسیار خوب کلان ادبی چه در افغانستان چه در کشورهای بیرون حتی امریکا هم دعوت میکردن. از قضا بعد از یکی از سفرهای خود، البته پیش از اینکه داستان بگویم میخوایم کوتاه اشاره بکنم که ما در زمانی که متعلم بودیم یا آموزگار بودیم، استادای ما را هرچی میگفتیم استاد که در این قسمت واقعا منظور شاعر از شراب است، نکنه این کلا زیرم شراب آب زمزم و انتها اینجا واقعا شاعر ذکر کرده که می الکول است و برادر. باز استادای ما میگفت نه حرف دونم و یک چیز است، ما را نمیگفت. استاد پرتو نادری به امریکا میره و در میدان هوایی امریکا مویای استاد هم دوازده سال از قضا نسبت به این گروه جرم میگه خود کم کرده و شکوان کرد. چند وقت پیش من تماس گرفتم، استاد گوشه استاد کردن این مویای دواز کدام تا به نام عزی در لست سیای ایالات متحده امریکا بوده، باز این میدان رو استاد کردن تحت عنوان یک
اسلامگرای رادیکال. باز جالب دایی است که میگم مرا خوب بردن دایی بقید من در این دیوتی فری دیدم که بسیار بوتلای رنگین از ویسکی های متفاوت وجود دارن. میگم کسایی که فی من امرو بودن نگفتون من باشه زینه بیا یک تا بیا گفت بیشه دیگه من یا بررسی بکنم سرم یک بوتل شراب و کردم بالا کردم گفتم اینا رو بیا بررسی بکنم که اسلامگر افراطی است. بسیار یک آدم خوشتر و یک آدم عدیب و امیدوار استم خداوند عمر بلند برشون نصیب بکنم. و حال از فخر انجمنهای ادبی ملبورن البته این پسوانده و برشون میتون خداوند حفظ کنه اینا را از استاد خمامر احمدی تقاضا میکنیم با جایگاه تشریف داره و ایراد سخن داره. بسیار شامختر، بالاتر و فراتر از آدم مثل من است که در باره ایشان حرف بزنم. اما چون در صحبت‌های مقدماتی که جناب دکتر بیژن اشاره کردن که خلاصه شما در باره ترجمه های ایشان حرف بزنید اطاعت هم کرد. برحال مدتی هست که من هم در عالم ترجمه در عرصه ترجمه کم و بیش فعالیت میکنم و به همین خاطر هم شما ایشان من ملزم کردن که در این باره در این وجه از شخصیت استاد باختری سخن بگویم. طبعا همه ما و شما میدونیم که ایشان چی در عرصه تألیف و خلق اثر در زبان مادری و چی در عالم ترجمه شخصیت بی‌بدیل داخل در حوزه افغانستان است. درباره آثار که به زبان مادری به زبان فارسی دری به قول خود حضرت استاد خلق کرده است بیشتر دوستان چی صحبت کردن و چی شعرهایشان رو ارائه کردن همه میدانیم و خود شما هم یقینا خوانده اید. و درباره ترجمه ایشان که خب بازم یک بعد بسیار برجسته ای از شخصیت ایشان هست من فقط چند کلمه خدمت شما بسیار به صورت مختصر و گذرا عرض میکنم که وقتی یک دوستان هم گرفته نشود. ببینید ترجمه درسته که ما یک اثری رو از یک زبان مبدا و زبان مقصد ترجمه میکنیم، یک متن رو از یک زبان به زبان دیگر منتقل میکنیم، ولی واقعیتش اینه که در عالم ترجمه دو بار در واقع این خلاقیت صورت میگیرد. یکی بار اول که نویسنده به زبان مبدا مثلا زبان انگلیسی این اثر رو خلق کرده و حالا در عالم فرهنگ پخش و نشر شده، بعد زمانی که مترجم از زبان دیگر و از زبان دوم در واقع می آید و این اثر رو می پسندد و این رو می خواهد که در زبان مقصد در واقع ترجمه بکند، در واقع یک آفرینشگری مجدد در اینجا صورت می گیرد. این آفرینشگری به نظر من اگر که دشوارتر از خلاقیت در زبان اول نباشد یقیناً در امثال هست. یعنی خلاقیت به این معنا که ما یک اثر ادبی رو منظور اثر ادبی به خاطر اینه که ما در باره در ساحت شعر داریم حرف می‌زنیم. استاد باختری هم
مترجمی در حوزه شعر هست و یک اثر ادبی رو میخواهد ترجمه کنند، در واقع یک سری خصوصیت های رو باید داشته باشد تا بتواند این کار از عهده این کار برآید. اون خصوصیت ها چیست؟ اولین چیزی که در واقع از همه مهمتر هست این است که این شخص، این شخص مترجم باید در زبان مقصد مسلط باشد، به زبان مادری خودش مسلط باشد. حالا شما شاید متصور باشید یا تصور بکنید که خب همه ما زبان مادری خود را بلد می‌دونیم، ولی واقعیت اینه که خیلی تفاوت هست بین زباندانی من و بین زباندانی انسان علامه مثل استاد واسطی باختری. شاید صحبت های جناب آقای زکی‌زاده را هم گوش کردید و دیدید که چی ریزکاری ها و چه ظرافتی و چه طبع بلندی و چی ژرف نگری استاد واصف باختری نسبت به زبان و فرهنگ فارسی داشته است. خب هر کدوم از آثار ایشون رو شما ببینید به این نقطه پی می‌برید که باید آفرینشگری کاملا متفاوت رو برمیست. این تفاوت از همین تسلط ایشان بر زبان فارسی است. نه تنها زبان، چون که تنها تسلط بر زبان به نظر من کافی نیست که شما بتوانید یک خلاقیت متفاوت را ایجاد کنید، بلکه تسلط بر فرهنگ و دانش ادبی که اون زبان هم باید داشته باشد. چه کسی در میان سرهنگان عالم ادب ما فراتر از باختری میتوانست باشد؟ به اون خاطر است که من میگم ایشان در واقع یک مترجم صاحب سبق هست در حوزه ترجمه. این سبق زمانی به وجود می آید که در واقع همین خلاقیت توانایی و این تسلط و این ژرف نگری و این اشراف بر همه مسائل ادبی وجود داشته باشد. دومین شرطش هم این است که مترجم به زبان مبدع هم باید تسلط پیدا بکنه، به خاطر این که یک متن ادبی در زبان مبدع هم دارای ایهام‌ها، دارای استعاره‌ها، دارای مجازها، دارای ویژگی‌های بلاغت ادبی و هنری هست که اگر شما همین تسلط رو به زبان مبدع پیدا نکنید نمی‌توانید یک اثر موفقیت آمیزی را در عالم ترجمه خلق کنید. اولین ترجمه‌ای که استاد واصف باختری در واقع به چاپ رسانده است یک کتاب هست با عنوان اسطوره بزرگ شهادت. این کتاب در واقع یک مجموعه از شعرهایی است که استاد واصف باختری از شاعران مختلف و از حوزه های فرهنگی مختلف و از کشورهای مختلف جمع آوری کرده است و ترجمه کرده است و چاپ کرده است و بعد هم به مرور زمان به آثار شاعران دیگری برخورده است و اونها را نیز ترجمه کرده است که در کتاب‌های بعدیشان یا به صورت زمینه یا به صورت مستقل منتشر شده که حالا به اونها هم می‌پردازیم. مثلا این است که در واقع استاد باختری دو تا ویژگی رو در واقع در شعر خودش در ترجمه‌های خودش رعایت می‌کرده، یعنی دو خصوصیت را داشته است در این باب ترجمه. اولین خصوصیتش این است که سراغ ترجمه هر شعری نمی‌رفته است، در واقع به شعرهایی را ترجمه کرده است که از لحاظ محتوایی و از لحاظ روحی و معنایی با روحیه و خواستگاه و جهانبینی خود استاد واصف باختری هماهنگی داشته است. اجازه بدید من یک نقل قول را ازشان در این زمینه نقل کنم خدمت شما که می‌فرماید: من یک سلیقه دارم، در هر شعر غربی که من نشانه های از یک روح شرقی را دیدم به ترجمه آن پرداختم. پس می‌بینید که یک ویژگی خاص را
درباره آثار ترجمه شده خودش بیان میکنند و اون این است که باید در اون اثر ادبی که ایشان ترجمه میکنند یک چیزی باشد، یک معنایی باشد، یک روحی باشد که اون ویژگی و اون خصوصیت با روح خود استاد باختری هم هماهنگی داشته باشد. این در واقع به عبارت دیگر میشود گفت که اثر را خواسته ترجمه میکنند که ارزشی ترجمه شدن رو داشته باشد و این خصوصیتی بسیار خوبی هست که استاد این رو در ترجمه خودش اعلام کرده و این برای ما خیلی ارزشمند از این جهت است که استاد واصف باختری با توجه به اشراف و با توجه به تسلط و ژرف‌نگری که نسبت به زبان و ادبیات فارسی داشته است این مسئله رو رعایت کرده و بخاطر همین است که ترجمه های ایشان یک سبک خاصی را در عالم ترجمه دارد. خب این سبک مقدمتاً هم خدمت شما بیان کردم که چگونه به وجود می آید. یعنی شما زمانی می توانی این سبک را در واقع در عالم ترجمه ایجاد بکنی که اولا اون دو تا خصوصیت را داشته باشید، یعنی هم به زبان مبدأ و هم به زبان مقصد تسلط داشته باشید و دیگر این که ظرافت بلاغت ادبی رو بفهمی و دریابی، یعنی یک شامه تیزی باید در عالم ادب داشته باشی که تشخیص بدی که چنین متنی آیا ارزش استقبال و توفیقی در جامعه ادبی رو دارد یا ندارد. این خصوصیت زمانی با وجود میاد که شما واقعا یک رابطه عمیقی با عالم ادب فارسی داشته باشید که این سبک در واقع از زبان مقصد در واقع برایش مترجم به وجود میاد. اگر شما به زبان مادری خود، به فرهنگ و ادبی که از آن خودت هست تسلط نداشته باشید خب نمیتوانید واقعا یک ترجمه ای که سبک ویژه‌ای داشته باشه رو خلق کنیم. ما در زبان فارسی حالا چی در افغانستان و چی در ایران شاید مترجمان زیاد را داریم که کتاب‌های زیاد را ترجمه کردن، چی در عالم سیاست، چی در عالم مثلا تاریخ و چی در عرصه ادبیات، اما خیلی هاشون اصلا توفیق پیدا نکردن. دلیل این که توفیق پیدا نشده همین است که مترجمان ما آگاهی کامل یا اشراف کامل نسبت به ادبیات و فرهنگ خودش نداشتند. برای این که حتی شما از زمانی که مثلا کودک هستیم و تازه شروع میکنی به یادگیری زبان و از پدر، مادر و همسن و سالان و بعد مدرسه و دانشگاه و اینها میایی و این زبان رو یاد میگیری، در واقع یک نوع خط نامرئی در محور زبانی شما به وجود میاد که باعث میشه شما حرف خوب یا سخن خوب یا جمله بندی و ساختار جمله بندی را یاد بگیرید به صورت طبیعی و این زمانی کامل میشه که شما در عالم ادبیات و فرهنگ هم مطالعه عمیق‌تری داشته باشی و شناخت کامل‌تری پیدا بکنی. بنابراین این در واقع دانش هم به صورت طبیعی برای انسان به وجود میاد از طریق آموختن زبان و هم به صورت اکتسابی که شما در پیش میری و مطالعه میکنی در فرهنگ و زبان متعلق به خودت هست. حالا من چرا مثلا استاد باختری رو میگم که مترجم صاحب سبک هست؟ این رو من بر اثر مطالعه‌ای که در شعرهای خود ایشان داشتم و در ترجمه های ایشان داشتم رو به دست آوردم. در واقع الان من برای شما یک تکه های از ترجمه ایشان رو میخونم و یک تکه های از شعرهای ایشان رو، بعد شما خودتون قضاوت بکنید که کدامش ترجمه ایشان و کدامی از این تکه ها شعر ایشان. اگر توانستید این تفاوت رو ایجاد بکنید، یعنی بشناسید که کدامش شعر ایشان هست کدام ترجمه،
خب من بگم که این توفیق وجود نداشته در عالم ترجمه ایشان، اما اگر نتوانستید طبیعتا پس ایشان یک مترجم صاحب سبک توانستن اون متن ادبی را از زبان مبدا به زبان مقصد به گونه ای منتقل میکنه که انگار این متن در بستر زبان دوم یعنی زبان مقصد در واقع آفریده شده است. انگار که استاد باختری این شعر را به زبان فارسی دری سروده است. یکی از شعرهایی که خدمت شما میخوانم عنوانش است: آیا چنین روزی فرا خواهد رسید؟ آیا روزی فرا خواهد رسید که بر همه برگهای درختان بنویسیم آزادی؟ در دروازه همه زندانها بنویسیم آزادی؟ در درفشهایی که واقعا ملی باشند بنویسیم آزادی؟ بر بادبان همه کشتی ها و بر بالهای همه هواپیماهایی که حامل جنگ افزار و مواد مخدر نباشند بنویسیم آزادی؟ تا عطرشان فزونی گیرد در سراسر جهان، نام همه دبستان ها را بگذاریم آزادی؟ در گورها بنویسی آزادی؟ در دروازه بنگاه‌ها و بانک‌ها، بنگاه‌های ارز و بانک‌ها بنویسی آزادی؟ در آرامگاه همه مردگان، همه شکنجه شدگان، همه بی‌گناه و زندان افتادگان، همه ناپدید شدگان، همه به گروگان گرفته شدگان بنویسی سلام بر شما ای قربانیان آزادی. ای کاش میتوانستیم در مدخل همه شهرها و روستاهای بیگی رواق برپا کنیم از آن گونه که در فرودگاهها برپا کردن. این یک شعر. شعر بعدی برای ایمانست گیسو سفید خارون: هنگامی که برای نخستین بار بر دامان خاک نقش قرمزی پدیدار شد از خون فرزند آدم و برادر آتش و برادر آتش آز و خشم خویش را فرو نشاند با خون برادر، خواهر بزرگت اسطوره به تماشا نشسته بود. و شعر بعدی: اردو بهشت ماه که می آید هر قطره خون در رگ گلهاست، یک رو بار دلهره و درد می شود که ما گویا تا واپسین صحیفه تاریخ دیباچه کتاب شهادت آتشفشان در زه تقدیم و چتری فراز مسند نامه می شود. شعر آخر: در اقلیم شما نام من ستاره قرمزی است که تنها در افق شبنامه ها پدیدار می شود. رودخانه ها در بسترهای کهن رو به دریاها در پویه اند. خون نیای من قطره های انجماد را از تخمه مرداویان می شمارد، چون نیای من زنگاره حراس کوزیدن را از ریشه همه ارغوانهای جهان فروز کرده است. نیای من زخم باستانی خیش را با نوشداروی انتقام خواهد شد. خب اینا چند تا قطعه شعرها و ترجمه ها را من خدمت شما خواندم. واقعیت چیز است که من به شخصه بین هیچ کدام اینها فرق نمیگذارم که این کدام یکی از قطعه ها ترجمه شده بود و کدام یک اثر خود استاد بود که دقیقاً به زبان مادریش ترجمه شده است. به این شخص میگویند مترجم صاحب سبک، یعنی چنان این متن را در واقع حلاجی کرده. چطوری مثلا شطور رو دیدیم دیگه که وقتی علف میشدن اول اون رو
یک جای ذخیره میکنه، بعد رفت استراحت میکنه، یک جایی بعد رفت استراحت میکنه، نشخوار میکنه. نشخوار به این معنا که اون علفهایی رو که قبلا نیم جو به حساب خورده بود رو دوباره میجمد، چنان میجمد که توفاله‌هاش بیرون میرود و اون معجون باقلی یا در وجود شطور ذخیره میشود. هنرمند هم یک همچین حالت دارد، مبدأ رو از جامعه هم میگیرم، مترجم مثلا متن رو از زبان مبدأ میگیرم و این رو در درون خودش حلاجی میبرد و پس از حلاجی شدن بیرون میدهد. اونجایی که دیگه در واقع ما یک متن رو بیرون میدهیم که دیگر کسی نمیفهمد که این متن ترجمه شده است، این بار که به زبان مقصد سروده شده است. ترجمه های استاد واسطی باختری چنین است: یادش گرامی باد.